به نام خدا و با عرض سلام و ادب خدمت شما بیننده‌های محترم تلویزیون طلوع به برنامه زنگ خطر و خنکی های بی خطر خوش آمدید. خدا کنه هفته خوش را سپری کرده باشین. خوشی و سعادت شما آرزوی ما است. تالی از دوستای خود در استودیو دو خواهش میکنیم که وضعیت و اخبار و آب و خاک خدمت شما دوستان تقدیم بکنه. باز در خدمت شما ما قرار میگیریم. سلام، ویلکم تو دا بوسین وخبری نیوز اندری اند خبر آجل داغیه. در بخش رویدادهای مهم آب و خاک چیزی نداریم، یک بسیار خبر آجل و دقیق و داغ داریم که پیش از اینکه من ایمیل آدرس برنامه را خدمت شما تقدیم کنم خدمتتان عرض کنم که توجه شما را جلب میکنم به او اخبار داغ و دقیقی که از بعض یک نکته را براتون میگم. از بعض رسانه ها نشر میشه، بعضی گوینده هایشان که میگه بسیار واژه ها را بسیار به جای نیک و خوبش انتقال میتن، به دل خود میمانن و انتقال میتن. به می ارتباط یک خبر داغ به ما رسیده، همین حالا ساعت 9 قبل از ظهر امشب به ما رسیده که توجهتان به او اخبار داغ جلب میکنیم. شما و اخبار داغ بینندگان تلویزیون سلام. ساعت 7 قبل از ظهر امشب است و توجه کنید به خبرهایی که مکنون به دسترس ما قرار گرفت. سران کشورهای غیر معتاد در بیت المقدس جلسه علنی گرفته بودند. امروز ساعت 8 قبل از ظهر در ولسوالی لشکرگاه طالبان از 3 پلیس حق گرفتند و پلیس ها شکایت خود را به ولسوالی لشکرگاه تقاضا کرد. روز چهارشنبه ساعت 2 قبل از ظهر در یک نهاد فرهنگی عروس مولانا دایر شد. ببخشید دایر کرد. دیروز ساعت 12:30 قبل از ظهر در کشور سوریه در شهر دمشق درگیری ادامه داشت. فعلا ما خبر نداریم. جزئیات بیشتر ساعت 9 قبل از ظهر امشب به سهم شما خواهد رسید. با ما باشید. و اخبار دیدین؟ شنیدین؟ پیش از اینکه ایمیل آدرس خدمت شما تقدیم بکنم بازم براتون عرض میکنم که در 456 زنگ بزنین، کلید 624 فشار بدین، بعد از بیپ پیام های صوتی تان بانین و مشکلات تان بگین و صدای خودتان از طریق برنامه زنگ خطر نشر میشه. البته باز انتخاب زبان کلید 1 را فشار بدین. ایمیل آدرس برنامه ماست ترنگ برنگ جرنگ دات. میگه در ولایت هرات یک زن شوهر قدمروی چوب زده زده از دنیا تیر کردن فو. یه تو زدش میگه دیگه اخ نگفت داد. میگه سامان های شفاخانه جمهوریت که جدید خریداری و نصب شده بود توسط خارجی حال بیخی پو پنک زدن فو. گیره من نمیگم من چون راست میگم نمیگم تو شنیدیم سلاش. میگه نبود برق تقریبا یک هفته ای مردم شبرغان بیخی موتاج الیکین کدن فو. میگه پاس ما مسیمونه مو دودو نمو شیطان چراغ ما چیم چی میشه؟ پیسه را میگه بوجی بوجی خلطه میکنن برق هم نیست. پوست بکس ما داستان جایزه دار است. داستان جایزه دار ما از این قرار است. این بیخی دیگه دقیق جایزه داره. بود نبود یک وزارت بود. این وزارت در این وزارت یک بورس آمده از یک مملکت. این نفر دید که سلاخ و هر طرف زد ایستون زد دوستون زد بیا گفت همین روز که همین دفعه یک غمخوری یک طرف دیگه هم کنیم که از اوسونا چی گپا میشه. طرف یک مکتوب داده یک ولایت دیگر ریاست خود دیگر ولایت را مکتوب روان کرد. مکتوب روان کرد که به اینی شرایط بورس آمده در فلان کشور است، یعنی رقم است، اگر کارمندای شما واجد نمیت یک شرایط باشه به ما معرفی بکنیم که طبق قره یا در قره کشی ای را روان بکنیم در این بورس ها برای وقتی که یا طویل مدت یا مدت کم. به مجردی که مکتوب پیش امون نفر میرسه در این ولایت کمی سایل میکنه که این رقم چیز است. میگه تررات همین رئیس میگه. میگه بله صاحب. میگه نوشته که نداریم. میگه چی رو نداریم؟ واجد شرایط بگو نداریم. یا هم نوشته میکنه محترم آخمشیم چطور و چه کار چه کار ما چونین اشخاصی نداریم، کل ما بیزواد هستیم. طرف روان میکنه اینجا مرکز روان میکنه. یک دم سر صدای مردم میبره یه بدر ما هستیم، پانتون خواندیم، لسانس هستیم، ما چیم چی هستیم، تا کجا و کجا و کجا و را خواندیم، ما واجد شرایطش بودیم، ما را چرا معرفی نکنی؟ برای بدر حالا گفت خلاص شده دیگه. تو 456 زنگ بزنین و جازه را از آن خود بکنین. هر کس که فهمید در کدام ولایت است، مکتوب از کدام وزارت است، 456 جایزه را از آن خود کنه. من رفتم.
خب دوستای عزیز، بازم خوش آمدین به برنامه ما. میپردازیم به آجندای برنامه امروزی خود یا واداشته های برنامه امروزی خود. کشته شدن یک زن توسط شوهرش در زندان سمنگان. البته این زن البته رفته دیگه، برالوی ازی که یادم دو سه نفر از فامیل خود قبلا کشته بود و این زنشان میره و چیش که از این اول بگیره دم داخل زندان صاحب کدمی پتو خفکش میکنه میکشه. پلیس نبوده اونجا. چی رقم بوده اونجا؟ ایتراس. شاید این رقم کپا باشد در زندان. قوانین زندان این رقم است که وقتی که شوهر یا خانم اونجا زندانی می باشه، وقتی که پایواز یا شوهرش یا زنش میره در اولگیری یا پایوازی برش، وارا یک اتاق یا خیمه ملاقات علایده برشان میمانه که ازشان گپ بزنن چی کنن. شاید در اونمو خلوت جای وی کار کرده باشه. خوی در منظره هم نمیشه. نه قانون نو برامده نه قانون هست. نه سابق هست فخری صاحب که برای فرض مثال ده نفر ده نفر زندانی است، ده فامیلش میه. تو نیست ده اتاق بر از وای یا ده خیمه. نه خونو بات. ده یک اتاق جمعا سه چهار فامیل میشونه، ده گوشه میگه بشینین. نه نه دیگه چیم داره؟ علایدم داره داره. من میفهمم که پلیس زندان ولایت سمنگان، ولایت سمنگان البته شهر ایبک، ده او ساعت ده کجا بوده که زن خفک کده و شوهرش و یه خبیث که دو سه نفر از عضو فامیل خود کشته و این زن خودم کشته و این چطور اجازه دادن به یک قاتل بیرحمه که از طرف خانوادش او طرف تایید نیسته و از طرف دولت چطور طرف تایید شده که زنش رفته بازور اجازه دادن که یک مجرم خطرناک، یک جانی، یک انسان خبیث، یک کسی که رحم بالای اولاد خود، بالای فامیل خود، بالای زن خود، بالای فامیل خود نداره دیگه، بالای دیگه مردم چی رحم داشته باشه او. و این پلیس چی میکرده در او زمانه که ایره خفک کرده و دیگه خو یک انسان تا که انگام سه بس برعکس در ایراد یک خانم شوهر خود امرای چوب زده کشته که کلتک چوب که میزده در میکلش جای بجای سفید وزارت مردا خب خود گرفته. البته ظلم کردن، ستم کردن، نو برادر چقدر ظلم و ستم سر از زنا موجود است در افغانستان. و الله او رقم بود رقم زنای مرد آزمای هم بسیار خطرناک است. دیدم یکی نکاوتت میکنه. یکی دیگه اونه در زندان است، یک زن 13 سال قیدش برامده. او هم شوهر خود کشته. شوهر تا چرا کشتی؟ گو بیادر شوهر من زنش بودم، زن داشت، اولاد داشت، هنوزم میرفت زنای سنی زنای مردم. چی میکرد؟ بچه بازی میکرد. بچه بازی بگو نه یک دیگه چی گفت؟ گفت کشی حال پشایمان نیستی؟ گفت نه من پشایمان نیستم، اگه زنده باشه حالا میکشم. خب بر صورتش ما از ارگان های عدلی و قضایی کشور خواهشمند هستیم که هرچی زودتر این انسان کثیف بدار بیاویزانه که تا بر دیگه مردم، بر دیگه جنایتکارا یک چی شوه، یک الگو شوه که در آینده کسی از دست از اینا متضرر نشوه. تصاویر داریم میبینیم دوستا، باز در خدمت هستیم. دغه قاتل سره چادر دی چې د چادر په ذریعه باندې دغه خپله ښځه زنده کړې ده او په قتل باندې رسولې ده. نو په سمنګانو کې په مجموع کې په دې وروستیو وختونو کې دغسې ورته پیښې ډېرې زیاتې شوې دي. هر وخت مو خانمش میامده، مادرش میامده، دیدن میکردن دیگه دنی جریان دیدن از اینکه میخواستن یکی دیگه خدا ببینن. دنی جریان یادم سیاسر شد سا مظلومانه شهید ساخته و گرفته او را باز القاوه ساخته و قضیه فعلا زیر تحقیقات بررسی پلیس و سارانولی قرار داره. خواست ما از ارگان های عدلی قضایی است که رحم با این مردم مثل که میگه قانون با جزایش برست بده. خب دوستان عزیز، موضوع دیگه پروگرام ما است. شاید قبلا هم آگاه شده باشین از طریق طلوع نیوز که 26 هزار دلار که چپق زده بودن صاحب در فدراسیون تکواندو بود، تکواندو المپیک افغانستان، بعد از دو سال صاحب خبر شدن که پیسای ورزشکارا را که اتصالات برشان بخشش وارد داده بود قسم 26 هزار دلار و او را یک نفر به نام فواد سکندری، البته که عضو و نظم و چی بود، عضو المپیک بود، او صاحب دمی دو سال سر از او صاحب
کار کرده رشته. امگاب صاحب امو نمبر اکاونت امی فواد در بخش مارکتینگ کار میکرده. نمبر اکاونت ازی را معرفی کرده بودن که دی نمبر پول پارتی. روان شد. این پول دو سال پیش روان شده بود. باز امی آدم کدام تجارت خرد و ریزی هم داره. خب خود گرفته بود. بخار سر از امی پول کار کرده رایی بوده. یعنی چندین بار ورزشکارا با المپیک شکایت کرده بودن ولی کسی رسیدگی نمیکرده در این موضوع. خب هر صورتش بالاخره رئیس المپیک خبر شد برازیا اختار صادر شد که تا 48 ساعت باید آبیلین ازی پیدا شود که خوشبختانه پیدا شد فواد جان سکندری. باز بالاخره اونا 20 روز وقت خواستن که 20 روز بعد ما پیسه را برای ورزشکارا در المپیک تقسیم. چرا 20 روز؟ خواهد کردیم. خب پیسه به چیستنی هر جای خرج شده یکان چیز میست. خب بر صورتش او کار خودش است، حق مردم است، باید بیاره. با برالوی از که حق مردم بیاره باید از این پرسان شده که تو دایی دو سال چرا خب تگرفتی تا که سر صدا شد تو المپیک بدنام میکنی، فدراسیون بدنام میکنی، ورزشکارای ما را بدنام میکنی، از این باید پرسان شده. تصاویر داریم دوستان، تصاویر ببینین، باز در خدمت شما هستیم. اول شدم یک نیم لک افغانی میشد پیسیم، تا حال پیسی مرا ندادن. دغه پیسی په شپاړسم د جون باندې هغه اکاونټ ته ترانسفر شوی وی چې د خپل د تیکواندو د فدراسیون لخوا اتصالات ته معرفي شوی و. ما هیئت را توظیف ساختیم که د او ارگان 82 همنیت هم سهیم است، تا 48 ساعت راپور دقیق این مسئله را به اداره ورزش افغانستان اینا بیارن. در صورتی که تا 48 ساعت این مشکل حل نشه، هی مسئله را با سارانوالی محول بسازن. نظر به هدایت رئیس به کمیته ملی المپیک افغانستان، ما حاضر هستیم به مدت 20 روز سوی تفاهمی که بین فدراسیون و بین کمپانی ما شده بود حق ورزشکار را برشان تسلیم بکنیم. موضوع دیگه پروگرام ما دوستای عزیز، جنگ دو طفل استفاده جوی غاصبین زمین در منطقه کمری صاحب بگرامی جنگ دو طفل اجازه است ببخشید پشتر باشید اگه او دیگر رو بگو قدش چو چه هست خورده است دیو تونست هست تکسیش نکنه. خب صاحب خواهیم دوتا بچگکا باین خود جنگ میکنن و نفر غاصب یا نفری که متعرض است این دیگه می گپ بهانه میگیره. صاحب می بهانه میگیره، صاحب یکش پلاق، صاحب کل مردم میریزه سر نفر، صاحب خانهش هم در میتن، دکانش هم در میتن، چهار دیوالیش هم خراب میکنه. بچه طرف ها؟ بچه طرف ها صاحب. کلگیش چی میکنه که برادر این قاسب است، در حالی که او آدم سند بسیار قانونی دارد، چی داره، قباله شده. جنگ سر چی بوده؟ جنگ انداختن حتماً زمین سازی کرده. خود جنگ همین دو طفل کده این زمین سازی برازیا مساعد شده که اینا باید یک تعرض کنن. نه خب بیادر اینجا تعرض میکنن سر دو قریه واری بوده فرقی می این صاحب خانه های مردم در میتن و بیادر دکان مردم در میتن و دیگر و دیگر در پالی از این عوض از این که عاملین قضیه را بگیرن چهار پنج تای دیگر را الهی گرفتن ناق گرفتن و یک کسی که دولتی بوده که او خواسته اقدام کرده که مثلا رو رو بگی او رو بگی بیادر در قانون سپرده یک وقت خودش هم گرفتن دیت تو هم بیادر او نفر رو تفاقه را کجز از آتا تو نمشه کمی دو تا بچه رو بیاریم باز یکان جایی دیگه موتو پردیم تا نفر خبر شه وقت چهار دیوالی کنید یا زده بره. خب به هر صورت شک از این مردم از این بنده خدا خورده شده بوده و اون مردم متعرض بودن، تعرض کردن سر از این خانه، از این خانهش در دادن و به هر صورت گپی اصلی اینجاست که چند تا بیگناه ناقد چی رفته. ما از باز هم از قوه قضایی خود، از دولت خود خواهش میکنیم که این موضوع را صاف بسازه و این نفر خودش آدم است که سند شرعی به دست داره، قباله شرعی به دست داره که نمی زمین جایدادی که مربوط از زومشه از امو هست و این مردم متعرض بودن و بر صورت ما تصاویری تهیه کردیم که خدمت شما دوستا این را تقدیم میکنیم، باز در خدمت شما خواهد بودیم. من
مدت پیش کسایی بود بالای دفتر ما هجوم آوردن به سرکردگی از اینا، چهار دیوالای مردم را چپه کردن، دفتر ما را، موتر ما را در دادن، پول ما را به سرقت بردن. من نمیفهم علت از این چیز، چرا حکومت از این خبر نمیشه، چرا خبر نداره. شما دیدین که چند چهار دیوالی را چپه کردن، چند اولی مردم را خانه‌ای که کوچ بودند ما بینش در دادن. هیچ اصلا توجه به طرف همی کسای نیستن که اینا را بگیرن. میرسیم سر موضوع دیگه ما. موضوع دیگه ما شفاخانه جمهوریت است، دوستای عزیز، که در شفاخانه جمهوریت تا جایی که ما گزارش از اونجا تهیه کردیم یک شفاخانه راستی ایدری سپ در پلیز یک شفاخانه دیگه هم جور شده در منزله همون چی رقم گفرش هست هم گام سپ در جای خلاص در اون مریض میپذیره یا نه یو هم این خانه جور شده دفتر خانه یک وقت یادم هست سیب که این کمپاین جناب کرزی سیب بود، بازم اون شفاخانه رو افتتاح کردن سال 88 بود، سال 88 همگام سیب. ما هم هدف امی بود، من فکر میکردم که این شفاخانه افتتاح شده در سال 1388 در ماه اسد بود، فکر کنم افتتاح شده. من خواستم رفتم که وضعیت این شفاخانه که جدید تاسیس شده این ده منزل لیره بیم. وقتی که رفتم رئیس شفاخانه ما رو در این اتاقای سابقه بود، گفتم اونجا چرا؟ گفت اونجا هنوز به فعالیت شروع نکرده. خب همگام صاحب جالبی است که به میلیونا دلار، به میلیونا دلار وسایل تیبی، ماشینالات تیبی خریداری بسیار شده. مدرن، بسیار مدرن. اینه گپ امو بچه ها صفر کیلومتر، بسیار مجهز و مدرن. تو باور کن کموت شفخانه شاید در سطح آسیای میانه شاید نباشه از نگاه مقبولی و از نگاه کارش مجهزش. خیلی چرا چی نمیشه کار سرش نمیشه بازی دیگه واسه گوش نکنه یک دقیقه بات یک دقیقه بات هم گفت صاحب امی ماشینالات سعی کن یک بلس خاک سر ازیاس، یکی مسطایش کنده شده از بین رفته. اینی این تو آدم احساس میکنه که چرا امی میلیونا دلار وقتی که اینجا به مصرف رسیده چرا از این شفاخانه استفاده نمیکنه؟ این سوالی است که باید وزارت صحت عامه جواب بگه. دوستای عزیز، این شفاخانه افتتاح شده، خود آقای کرزی رفته افتتاح کرده و تا فعلا یک نفر مریض هم در داخل از او نرفته، یک نفر دکتر هم در داخل از او نرفته و فعالیت هم نداره. اما طوری که چهار پای ماشین دیالیز شده، همه همو دیالیز میگن تصفیه خون است، چی است همه چهار پای ماشینش برای شش ماه چند دکتر به کورس روان کردن در پاکستان، همه چهار پای ماشین فعال کردن و هم نوبت یک مریضی که امی تکلیف داشته باشه در یک ماه یک دفعه نوبتش میرسه، سه دفعه در بیرون باید بره. همگام صاحب در دفعه که در بیرون باید امی معاینات انجام بده 7500 یا 8000ش مصرف میشه. بله. یک مریضی که امی مشکل داره معاینه 4 دفعه باید دیالیز شه. او 7-8 دونه طفل که در ترخم مرد خیر است. او خب به خاطر تداوی میرفت پاکستان، ولی بله. ما این تو شفاخانه داریم بسته. ما یک شفاخانه بسیار پروفشنال، بسیار با وسایل مدرن، با تعمیر بسیار خوب، بسترای بسیار خوب، همه چیز داریم، ولی در طول 3 سال، 3.5 سال که افتتاح شده تا به حال را ما ندیدیم که فعالیت های از این چی هست. ما ولی فکر میکردم که این شفاخانه جور شده خیلی کلگی مریضا را خواست و کس شکایت هم نداشت نهی که شفاخانه جمهوریت امی خود دولت زمینه امی را مساعد میکنه در اینمی تو جاست که برای دولت افغانستان یک کشور آمد یک شفاخانه 10 منزله جور کرد، خودشان زمینه را مساعد میکنن، افتتاح کردن، ولی 4 تا متخصص ندارن. در تمام وزارت صحت عامه بگردی یک نفر انجینیر مدیکال با اصطلاح با انجینیر مدیکال یا ندارن که امی ماشین آلات از یار انستال کنن. خب اینمی مشکل داره. در کل افغانستان ما یک انجینیر مدیکال نداریم که امیر انستال کنن، ولی یا میتونستن که نمیره فعال کنن، زمینه رو مساعد میسازن که نمیره. کشور چین ساخته برای ما، شما توفه از طرف از امو هست، این ماشینا رو هم خود از امون آورده. کشورهای عربی، چین، کشورهای عربی کمک کرده. چرا وزارت صحت عامه آدمایی را برای تخصص روان نکردن در اونجا که یاد بگیرن بیاین از این استفاده بکنن؟ از برای خدا 3-3.5 سال تیر شد از این مسئله و هنوزم این شفاخانه اونا یک بلست خاک در سر هر ماشین چیشته و از ماشین هم استفاده نمیشه و اولاد غریب مریض ما از اینجا میخیزه میرسه طرف پاکستان، هندوستان تداوی خود میکنه. و این شفاخانه های شخصی هم که هر روز تبلیغات هایش در تلویزیون ها انداخته رو ایستن با شوی امریکا و اینا هم برای پست کردن مردم، برای جیب زدن مردم کلگیشان جور شده. انشالله آه مردم، آه مظلوم آنچی آتش در میان پنبه است.
گرفتت اینجا با آنجا هم سرایت میکند. این مطمئن باشین. آدا برسه. تصاویری همی در منزل است. صفاخانه جمهوریت اپرتو این لکسترین شفاخانه افغانستان است که دنیا ببینه، یک دفعه ببینه که بگه بیشکتان است. ما خیلی تو چیز نداریم، شما دارین، ولی 4 سال است که ازش استفاده نمیکنید. شعبه مودیالیز یک شعبه است که در افغانستان یک چیز جدید تأسیس بوده که ما تقریبا از جدی پارسال این شروع به کار آغاز نمودیم و ما توانستیم در طول اینمی تقریبا این یک سال که پور است فعلا ما در حدود 16 صد مریض مودیالیز کردیم. این پروسیجر یک پروسیجر بسیار گزاف برای مردم است. از اینکه ماشین های ما فعلا کم است، مریض های ما نوبتشان تقریبا در حدود 15 تا 12 روز بعد بر از یا نوبت میرسه و این یک 3 پای ماشین تا نیجه فعال است؟ نه 4 پای فعال است فعلا و 16 پای ماشین دیگه که ما داریم در پایین یک قرارداد که این با امریکال انجینر چون در افغانستان نیست قرارداد شده هفته 9 انشالله نظر به تعهده که وزارت امرای ما کده 22 پای جمعن فعال میشه انشالله. در یک هفته باید یک بار کنم 100-300 بسیاری مریض هاست که دوبار سه بار میکنن. دیگر ما مشکل ما بسیار زیاد است. مثلا 2500 بعد شفاخانه شخصی میگیره و اسمان هم میکشه. دیگر ما میخواییم که دولت با ما زیاد کمک کنه. مثلا یک اتاق سرد است برای ما باید گرم باشه. دیگر شخصا برای ما دیگر دوا کمک شوه. شفاخانه جمهوریت خب 15 روز بعد یا 12 روز بعد نوبت میتن. من مجبور هستم که در شخصی برم. شخصی که میری چقدر مصرف سرد میگه؟ 2000-2500 میشه. در بارش؟ بله. چند بار دیگه ما چند بار میری شخصی؟ ده یک بار سه بار شخصی میرم، یک بار اینجا میرم. یک بار اینجا میرم؟ بله. چرا همیشه اینجا نمیرم؟ اینجا زیاد بیروبار است که ماشینایشان هم کم است، مریض هم بسیار زیاد شده. اینجا تعمیر شفاخانه جمهوریت، تعمیر ده منزله که به چند سال پیش از طرف رئیس جمهور در دوران کمپاین انتخاباتی ریاست جمهوری این شفاخانه افتتاح شد، ولی با تأسف که 4 سال از افتتاح شفاخانه میگذره با ده ها ماشین آلات بسیار مجهز و مدرن در این شفاخانه این حامده قسمی که شما تصاویر میبینین اینجا، ولی وزارت صحت عامه افغانستان تا هنوز نتوانسته که متخصصین امین ماشین آلات اینا تربیه کنن یا از خارج از کشور بیارن و این شفاخانه را فعال کنن که ما نمیدانیم دلیلی از این چی است که در مدت 4 سال با وجود از این که رئیس جمهور این شفاخانه را رسما افتتاح کرد ولی وزارت صحت عامه نتونست که این شفاخانه را فعال کند. در حالی که گفته میشه اگر این شفاخانه به صورت درستش فعال شود هیچ نیازی نیست که دیگر مریضای ما به خارج از کشور یعنی در پاکستان و هندستان برند به خاطر تداوی، برای اینکه تمام امکانات، تمام ماشین آلاتی که مربوط صحت میشه در این شفاخانه وجود داره. شما تصاویر دیدین که ما در ارتباط توجه جدی مقامات زیرساختی افغانستان خواهان هستیم تا هر چیز زودتر این شفاخانه را فعال کنند. صرف یک بخشی از این شفاخانه فعال است، متبقی غیر فعال است. تصاویر شما دیدین چند نقطه از این شفاخانه پیش از اینکه استفاده شود تخریب شده. یا اتاق دیگه عملیات خانه امی شفاخانه که
به سیستم عصری و مدرن ساختمان شده به ده طبقه. ایران میبینیم که ماشینالات بسیار مجهز داره ولی غیر فعال که وزارت صحت عامه نتانسته اینا را هنوز استفاده از یا کنه. کشته شدن سه سرباز اردوی ملی در بغلان مرکزی ولایت بغلان که چند پیش در روز عرفه امی عید گذشته عید قربان روز عرفهش ای بندای خدا به خاطر کنترل بازار که در بازار لباسای نظامی از این قبیل گپا نباشه صاحب امی مجردی که ولسوال امیرگل و قماندان کمین خبر میشه صاحب که او یک قماندان بوده دیگه شام صاحب ولسوال خبر میشه که سه تا اردوی ملی آمده بازار ما را کنترل میکنه صاحب حمله میکنه هر سه شانه به شهادت میرسانه بالاخره وقتی که دولت قد علم میکنه بر علی از یاد مقابل دولت قرار میگیرن زد و خورد میشه و زدن و کندن و فایر و فایر بازی و مردم به نارام و به خاطر چی که قماندان ولسوال امیرگل و قماندان کمین یعنی صاحب دو چی میگنم اصطلاح ما و شما را دو تا ستنگ دو تا ستنگ برآمده صاحب اینه خلاص نه دولتی وجود داره نه امنیتی وجود داره مردم ولایت بغلان مخصوصا بغلان مرکزیش بسیار شکایت هایی برای ما دادند این قسمت که خوشبختانه طلوع نیوز زیره چی کرد بررسی کرد و این مردم تاوال را کس گرفتار نتانسته پیدا نتانسته و مرچ را و آخو متواری شده بودن نه؟ متواری شدن یا نیسته مچه هم اگه از یا باشه خب سخنگوی وزارت دفاع گفت بدار اینجا مرزبای کلان رودبه بدار اینجا چی میکنند همه قدششون سفیدی هم شده اگه واقعا یا خودشان بگم ما نیستیم قبول میکنم این دولت دبیسته دیگه یک چیزی واضح است خب به هر صورتش وزارت امور داخله شخص وزیر صاحب خواهشمند هستیم ازشان که هرچی زودتر این عاملین از این قضیه را گرفتار بکنه و یا را به چنگ قانون بسپاره سه تا از فرزندان این وطن که در اردوی ملی فعالیت میکردن تو ناق بیاد در بین بازار مرمی باران که او را به شهادت برسان و خودشان برن که این دو تا ستنگ ولایت بغلان سب یکیش ولسوال یکیش هم قماندان امنیه این خلاص دیگه قرار دنیا به کام این زمیاز دیگه قرار گفته های قماندان امنی ولایت بغلان گفت وقتی که از طرف وزارت داخله اینا سبک دوش میشن از وزارتشان اخراج میشن برای به خاطر زمین مسئله ایوازیشان نفر تعیین میشه وقتی که میره که باید دور تسلیمی بتد میگه یک جواب میگیرن زد و خورد میکنن او گفت چه میکنه امگام صاحب من خب بیاد دارم که گفتن یا متواری است رفتن به کوا با چند تن از اون پلیس های خودشان بادیگارد های خودشان سلاح دولت هم برده ما شما هم میتونه خبر چیز خبر شده بودیم وزارت داخله کوا را میپالید که امیرگل در زیر کدام سنگ است امیرگل قرار در تخت سنگ خواه دیدی آره بودی دیدی آره خب ما دیگه زیاد سر ازی گفت حرف نمیزنم هیچ قاتل نه همین قاتل نه و این خودشان گفته که ما نبودیم ما مداخله نکردیم تو که نبودی چرا فرار کردی چرا فرار کردی چرا جواب گرفتی بر علی دولت استاد میشیدی مقابل دولت چرا که نیستی کی زده خی خب امیر میگم وقتی که تو قاتل نبودی چرا فرار کردی آلمان نمیگیم که قماندان کمین و امیر گلخان آمد سه فانکشن را گرفت خودشان زد قرم قمانده کسی سرباز تا سای منصبه تا که بزنیش او از این قبیل گپا خب سرباز است قانون نمیشه سایب میزنم من گرم میزنیش چی گپ است خب به هر صورتش تصاویر داریم دوستا خدمت شما تقدیم میکنیم امیدوار هستم که این دو آدم جانی هرچی زودتر به پنجه قانون سپرده شود که تا مردم بفهمه و ببینه که اینا به جزای اعمال خود برسه وی در دوستای ما خانواده های از شهدایی که آمدن در پشت پارلمان در پشت ریاست جمهوری و اینا آیا صدای از این مردم کس میشنوه یا نمیشنوه تصاویر ببینین دوستا باز در خدمت هستیم کمین در
مرکزی بغلان پخوانی کماندان په جنگ کې فعال و د پولیسو تر تعقیب لاندې دی. یا میرګل قاتل دی یا کمین قاتل دی، ولې څرنګوالي او محکمه زموږ قانوني قضایي او عدلي ارګانونه دي چې که چېرې دوی حاضر شي ممکن برات واخلي، ممکن متهم وګڼل شي. درو نفر د قتل د موضوع په ارتباط دوه نفره نیول شوي دي، څرنګوالۍ ته سپارل شوي دي. د څرنګوالۍ قرار موږ ته راغلی چې قمندان کمین هم باید دستګیره شي او څرنګوالۍ ته معرفي شي. نو له حکومته موږ غواړو چې کومه پیښه د عرپې په ورځ په بغلان کې تر سره ورسېده او دا ظلم وسو له طرفه د قمندان کمین او کومه دوسیه چې جوړه کړې وه، امیر ګل جوړه کړې وه چې شاته یې مایه کول کولو، موږ له دولته دا غواړو، رئیس جمهور نه دا غواړو چې د موږ دا حق دا باید حکومت ته تسلیم شي. دا خلک در قدم اول تورن جمیله به شهادت میرسانم و باز د یو وخت خواجه جاوید هم به شهادت میرسم و سردار ولی که است به نام اخونزاده مشهور است او د پاش مرمی اصابت میکنه، مجروح میباشد. تحقیقات جریان داره، ما امیدواریم که یک محاکمه علنی را به ای برگزار کنین تا شما هم در او حضور داشته باشید. چهار نفر از امی پلیسای اردوی ملی اینا در یک موتر وشکی در داخل شهر شده بود. مدیر اجرایی ولسوالی و یک پلیسی دیگر را در اونجا تفنگش گرفته بود. بعد از او مدیر اجرایی ولسوالی را در اونجا زفت و پرود داده بود، بالاش فایر شده بود. ما اصلا هیچ نوع در جریان نبودیم، با ما هیچ نوع کدام تفاهم نکده بودن، ما در جریان هم نبودیم، ما را خبر هم نکده بودن. بعد از او که ما ولسوال در منطقه آمدیم، عمل بین پلیسا و زینا در یک جنگ مغلوبه صورت گرفته بود. ما یک رئیس به جمهور بود، ما را طلب کردن، ما قطعش گپ زدیم، مشکلی که بودن کدام مشکلی نبودن، آی نزدیک ما را دیدن او کلگی گپا پر مثلا نزدیک حال شدن، کدام مشکلی نداشت. امکان داره که در افغانستان باشن، در مناطق مختلف شاید اینا موجود باشن یا گشت و گذار داشته باشن در جایی که پنهان است، یعنی بدون شک هنوز اینا پنهان هستن و پلیس تلاش میکنه که اینا رو بازداشت بکنه. خب دوستای عزیز، موضوع دیگه برنامه ما تو مر یک چند رو به خرج بتیم گمش که پیزاره دارم حلق داره بخوشگی کرد. جدی میگه؟ آه جدی میگه یعنی بست چند هستی؟ هر چی که هست اونمو در جیبیم بود دیگه او بیده این پیسا دیگه رقه بارش پشت سید این دودوی هست چه؟ یک سکه داره نوشته است توفی اطفال در پشتش نوشته است. دوستای عزیز، من از شما خواهشمند هستم که امیر یک چی کنین سیب یک تصویر ما گفتم چی تا پنج صدی های مرخکش مرخکش داری؟ ما گفتم نه امیر یک تصویر بگیرین لطفا. گرفتین سیب؟ خب ببینین دوستای عزیز که سر پول افغانستان همی پاکستان خبیث رشخن میزنن. آلو بدر، گناه از خود ماست. رشخند چی میگو؟ واخو واخو سالای نمی کارش از گه ما میره برد میگم سر عیسیت ما، سر آبروی ما، سر عزت ما، سر خالک ما، سر وطن ما، سر تمام مسائل اجتماعی و سیاسی افغانستان ای پاکستان خبیث ای رشخند میزنه سر ما مردم. تا جایی که فخری صاحب میاله همون گپ هم میگفت که گناه خود ما هم هست، گناه ما دایی است که ما چطور بررسی نمیتونیم این موضوع را. شما ببینید چاپ میکنه برای اطفال یک روپه دو روپه مفروشه، هم پیسه ما را میگیرن هم پول ما را میگیرن هم سر ما رشخند میزنن. وای رئیس به بانک مرکزی دی افغانستان بانک چرا سر از این مسئله پافشاری نمیکنه؟ چرا گمرکات افغانستان این چیزها را میمانه که بیاید در داخل افغانستان؟ چرا در بازار توسط پلیس، توسط جنایی، توسط امنیت ملی افغانستان چرا کنترل نمیشه این مسئله؟ این مسئله بسیار مسئله عمده است. یک چیز دیگر هم دوستای ما برای ما گفت که قطای بازی، در قطای بازی شما ببینین که چی جنایت های میکنن اینا، کلمه ما را در اونجا نوشته میکنن، بیرق ما، کلمه ما در بیرق نوشته است، در نشان ما در ای است، پایانش یک چیز دیگه نوشته کردن، پایانش یک چیز دیگه نوشته کردن. خب به هر صورت
عاقبت از چی است؟ ما خودم به چشم سر خود دیدم طفلایی که بین سن 7 سال و 8 سال و 9 سال و 6 سال بودن، اما دو روپا یا سه روپا چهار روپایی که داشتن سه چهار دانه از زیر خریدن، باز رفتن در گوشه کده خود چی زدن؟ قمار زدن، قطبازی کردن، سر نمی پیسه. اولشی که تو نسل آینده ما را قمارباز میسازی و سر ما، در سر پول ما، سر هویت ما، سر هویت ملی ما رشخند میزنی پاکستان خبیث. ما هرچی زودتر از ارگانای عدلی و قضایی، از ارگانای امنیتی افغانستان خواهشمند هستیم، مخصوصا از ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان که در این راستا زیاد کار میکنن، خواهشمند هستیم که در این بندرها استاد شوین. او برادر چی حال است؟ تو فکر کن که در بندر تورخم چهار بندر دیگه هم هست، شگل هست و چطور هست و چیکار هست، کلش مربوط آیسای هست. آیسای کلگی موترها رو روان میکنه و اونجا هم کنترل نمیشه. در چی میشه؟ 800-700 موتر هست. بیادر ترقص چی کدر رئیس چی میگن؟ تشریح میکنن. تشریح نیست، اما تکس شمیتا و چی خودا میگیره روانش میکنه طرف کابل. آیا کنترل میشه نمیشه؟ چرا این تو چیزا میه؟ تشریح اگر بکنم اگر که اینی چیز هستی در پولی ازی چی چیزای دیگه میه؟ این فیلمای مزخرفی که از پاکستان به بلاری ها میه، در اینجا کی کنترل میکنه او را؟ باید کنترل شوه، از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ باید کنترل شوه. در اونجا امنیت ملی خواه است، پلیس ملی است، اردوی ملی است در بندرها. چرا موترها را بدون تشریع از گمرک میکشند؟ در گمرک چی گپا خواد بود در گمرک؟ خب دوستای عزیز، ناگزیر هستیم با شما خداحافظی بکنیم. لحظات آخر برنامه است، اگر احیانا وقت ماند یک آهنگ ناب فولکلور خدمت شما دوستا تقدیم میکنیم. تا برنامه آینده که باز در خدمت شما هستیم، تک تک شما را به خداوند یک تام سپارم. شاد خورم، سر حال باشین، خدا نگهدار شما. زمین زمین ما نیست، اینجا بر ما جا نیست، یک بلستان نمانده که جای مافیان است. هر جا زمین خالی است، میدان چاروالی است، کنده میرن که از کجا در قصه شروالی است. تفنگ داره یا جیب شرنگ داره، ده حوزی روی اولیش باور کنه هنگ داره. زمان نق نق گشته، بی پیسه پچپ گشته، ده دانه پیسه دارا غریب و ساجب گشته. زمین زمین مانه، اینجا بر ما جانست، یک بلستم نمانده که جای مافیانست. خودی دم وزیر استم، دبیگیر بیگیر استم،
مبارک دستی زوردارا خلاص تا ولندن مبارک